درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. به نام نامی ایران، اینجا تبریز، از مقابل خانه مشروطه، خانه غیرت و شرف و آزادگی و سرفرازی ملت ایران، مخالفت و اعتراض خود را به قرارداد ننگین 25 ساله با چین و حراج وطن اعلام میکنیم و پاسخ من به تمامی وطن فروشان و بیگان پرستان و دشمنان ایران همان پاسخ ستارخان بزرگ به کنسول روس است که گفت من میخواهم 7 دولت به زیر بیرق ایران بیاید، من زیر بیرق بیگانه نروم. پاینده ایران. در سال انتخابات ریاست جمهوری، تعطیلات نوروز که به پایان میرسد، کلید فعالیت‌های انتخاباتی زده می‌شود. البته امسال به مدد شبکه اجتماعی کلاب هاوس، گفتمان‌های انتخاباتی زودتر آغاز شد. دو جریان اصلی سیاسی کشور، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، به دنبال رسیدن به گزینه مطلوب خود برای انتخابات هستند. در میان این کش و قوس‌های انتخاباتی اما مردم همچنان در صف مرغ و روغن ایستادند. اسحاق جهانگیری که معاون اول دولت است می‌گوید افتخار نیست در دوره مدیریت ما ملت در صف مرغ ایستادند. واقعا شرایط مردم برای زندگی کردن سخت شده است. پیران شهر آفتاب که میزند از خانه بیرون میآیند، در بازار روزی، فروشگاهی، مرغ فروشی صف میایستند تا بتوانند ارزان تر خرید کنند. پول جیبشان به خرید روغن و مرغ آزاد نمیرسد. آنها نمیتوانند 100,000 تومان پول روغن بدهند. درآمد برخی از مردم کفاف اصلی ترین نیازهای یک زندگی را نمی دهد. زندگی بخشی از مردم در خطر جدی است، اما آنهایی که باید فکری کنند در هوای انتخابات ریاست جمهوری هستند. جهانگیری، همان گونه که گفتید، افتخار نیست که مردم در صف مرغ باشند. پس هرچه زودتر مشکل آنها را حل کنید. به خدا دیدن پیرزنی که با قد خمیده در صف مرغ یا روغن ایستاده هر قلبی را به درد می آورد و نمی دانم شما چگونه این تصاویر را می بینید و روز را به شب نمی دوزید تا این مشکلات را حل کنید. در مجلس هم اوضاع بهتر از دولت نیست. آنها که با شعار معیشت و حل مشکلات مردم به میدان آمدند و خود را انقلابی نامیدند، تمام وقتشان به پاسخ دادن به دولت یا تنظیم طرحی برای انتخابات و حذف رقبا از صحنه گذاشتند. در حرف از مردم دم میزنند، اما وقتی به عمل میرسند به دنبال اهداف سیاسی خود میگردند. دردآور است که بدانیم برخی ها راضی به گران ماندن مرغ و شرایط بد اقتصادی هستند تا در زمان انتخابات خدایی نکرده جریان مقابل آنها رأی نیاورد. رقابت سیاسی بخشی از داستان انتخابات است، اما در میان نباید مردم فراموش شوند، آن هم در شرایطی که بخشی از جامعه حتی برای به دست آوردن نان شب هم دچار مشکل اساسی است. در یک سال گذشته به واسطه کرونا خیلی ها بیکار شدند و یا میزان درآمدشان به پایین ترین حد خود رسیده است. این بخش از مردم حوصله دعواهای سیاسی را ندارند و میخواهند زندگیشان به هر طریق ممکن، چه بازگشت به برجام، چه توافق با چین و یا هر روش دیگری، به سامان شود. آنچه از فضای سیاسی کشور هویداست این است که فعلا هیچ کس به فکر مردم نیست. شاید چندی دیگر به واسطه نزدیک شدن به انتخابات شرایط حداقل بهتر از امروز شود. شاید. اصلا من چی گفتم شما چی داریم؟ من دارشون گفت که نه برسن همه برگاه اصلا برسن در شما دارم برسه زده بارداری پس در شما هم زده برسه زده بارداری پس در شما هم زده برسه زده بارداری پس در شما هم زده برسه وحشت نمایندگان مجلس از قیام قریب الوقوع مردم کارت به استخوان رسیده. به گزارش رادیو فرهنگ رژیم، روز سه‌شنبه 17 فروردین، ابراهیم متینیان فرمانده مجلس از رام هرمز و رامشیر در ترس و وحشت از برخاستن مردم گفت بیاییم تا دیر نشده صدای مردم را بشنویم.
وی افزود بیاییم از بازی‌های سیاسی دست بکشیم، راست و چپ را کنار بزنیم. تحریم‌ها بی تأثیر نبوده، اما معتقد هستم تبر تیز سوء مدیریت‌ها و بی تدبیری‌ها مؤثرتر از تیشه کند تحریم‌های دشمن بر پیکره مردم و اقتصاد کشور می‌کوبد. وی که لرزه خیزش‌های اجتماعی بر پیکرش افتاده گفت: بیاییم تا دیر نشده صدای مردم را بشنویم و برای رفع مشکلاتشان به صورت شبانه روزی کار، تلاش و مجاهدت کنیم. متینیان در ادامه اضافه کرد: چگونه می شود آب رودخانه های خوزستان را تا استانهای دیگر برد، اما مردم شهرستانهای ما از نعمت آب شوب بی بهره باشند؟ در حوزه انتخابیه هم علاوه بر شهرها، 9 روستا فاقد شبکه آبرسانی، 175 روستا دارای تنش آبی و 38 روستا فاقد گاز هستند. همچنین وی برای مردم رامهرمز و رامشیر اشک تیمساه ریخت و گفت: سهم مردم مظلوم رامهرمز و رامشیر از نفت فقط دود و آلودگی هوا و بیماری های حاصل از این آلودگی هاست. بیکاری و سردرگمی جوانان ما از معضلات اساسی امروز جامعه است. در حوزه انتخابیه بنده نرخ بیکاری به قدر زیاد است که بیان آن شرم‌آور بوده و امروز موضوع اشتغال مطالبه به حق مردم است. جزم دارن که وارد بشن یا نه برای گرم کردن فضا پا پیش گذاشتن؟ نه، من عزم جزم دارم که وارد بشم و احساس کردم که در شرایط فعلی یک کسی با ویژگی های شخصیتی من مناسب تره برای اداره کشور. با توجه به نزدیکی انتخابات بهتر است مردم بدانند که هزینه ستادهای انتخاباتی کاندیدا چگونه تامین می شود. افشای بخشی از اسناد محرمانه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات از پرونده تخلفات و فساد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت دولت حسن روحانی، ثبت سفارش خودروهای خارجی با سود چند صد میلیاردی با دستور مستقیم شریعت مداری. شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی روحانی شرکت پرشیا خودرو را شخصا تأسیس کرده بود. افرا موتور حامی ستاد روحانی و پرشیا خودرو که شریعت مداری سال 73 تأسیس کرد چه رانت‌هایی گرفتند؟ این گزارش تحت نظر مستقیم ادیب معاون اقتصادی وزارت اطلاعات تهیه و تنظیم شده و مستند به اسناد و مدارک و اقرار متهمان و شهود علیه وزیر رانتخوار فاسد دولت روحانی و شخص رئیس جمهور است. مردم بدانند رانت ثبت سفارشات خودروهای خارجی که گفته شده بود به دلیل هک سایت وزارت صمت بوده، با اطلاع و دستور حسن روحانی به وزیر صنعت یعنی شریعت مداری بوده و این رانت را به حامیان مالی ستاد انتخاباتی اش داده است. به زودی به نقش مسعود کرباسیان وزیر و رئیس کل اسبق گمرک در این موضوع خواهیم پرداخت. ما رکورد زدیم. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.